به دقایق حماسی نزدیک می شویم. پیروانی پاکبور باستم پیروانی. چه کسی به فکر پیروزی است؟ مهدوی جا آغاز این حرکت بشارت این ایران داری دروازه استرالیا بیشتر میشه و با این صحنه خدا داد دایی باز هم به خط دروازه استرالیا یک لحظه دیگه یک فرصت برای تیم ایران اونجا هست و دروازه هم چی دروازه کریم باقری از تو دروازه استرالیا که باز میشه. بله گل گل برای ایران از کنر روی زمین. این دفاع باز شدنیست و دروازه استرالیا رو هم میشه فروری خون هم در این ورزشگاه و در مقابل 60,000 تماشاگر واقعا بی‌ادب استرالیا. احساس ها می شکنند، قلب ها فرو می زن. چه می شود؟ تا به حال ما هیچ حرکت زشتی از بچه خود یک قدم، یک گام، یک فاصله. سه چند روزی هم که اینجا بودیم چه کسی آخه این فاصله را تیمی کنند؟ جا بودم که بچه ها با تمامی نرد تپش قلب ها اتحاد خودشون در همه جا حاضر بودن اما واقعا نگرانی دل ها نوجوان مردانه همه شرایط رو تشویش در هر جا اینجا رقم دارن که حالا بچه ها اینجا نشان میدن که پاتوک رو میزن. کریم باقری دایی یه فرصت خوب حالا پشت مدافع خلالان عزیزی توی دروازه توی دروازه گان گل برای ایران. خلالان عزیزی باز هم روی زمین باز هم روی زمین تو دروازه میکنه. ایران دو استرالیا دو. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه ها آفرین آفرین کار زیبا بود. حتی اگر نتیجه باز هم عوض بشه چیزی از ارزشهای بچه های ما کم نمی کنه. این غزال تیزهای فوتبال ما نگاه کنید یک بار دیگه صحنه رو ببینید. همون کاری که بارها باید انجام می شد و کمی دیر انجام شد اما به هر حال نتیجه رو دو مهدو مساوی کرد. مارک بوسنیچ مقبوم و مقبور حرکت زیبای خدا داده عزیزی. ورزشگاه به احترام افتخار ایران نیست. غزال تیزهای ایران دلها را به فکری بزرگ نویدیدن. فرزندان رستم و نوادگان قهرمانان ایرانی در ملبورن شاهکاری جاودانه می‌سازند. ایران به جام جهانی فوتبال صعود می‌کند. این نتیجه ایران را به جام جهانی فوتبال خواهد برد. او به همه می‌گوید که تلاش باید دوچندان شود. مرد تکنیکی فوتبال خوزستان هم در میدان هست. او برای کمی گذران وقت به بستن بند کفش خود میپردازد. دایی به او میگوید زودتر از زمین بیرون برو. حسیبی از او میخواهد که در زمین بماند. حرف دایی در این لحظه بربادی خود فرما میشود اما ساندال پال اخطار به ابراهیم تهامی میدهد. او بعد از خروج از مسابقه میخندد و خنده و لبخند را بر نیمکت اردوی ایران می آورد. همه می خندند، همه شادمانند. به یک باره از غمی تلخ به شکوفایی دلها رسیدند. هنوز دست به سوتش نبرده. این حرکت زیبای احمد رضا حافظ زاده. چه بگوییم از آن 8 دقیقه پایانی؟ چه بگوییم؟ برخی نام این 8 دقیقه را دقایق لعنتی گذاردند. 8 دقیقه که به سختی گذشت. 8 دقیقه که شاید میلیون ها سال طول کشید. چه زمان سوت پایان به صدا در خواهد آمد. استیلی همه جای بدنش رو نشان میدهد. میگوید همه جای بدنم درد میکند. آخرین ضربه، آخرین شلیک و آخرین سوت. این آغاز ماجرایی پر افتخار است. ایران به فرانسه راه میابد و همه شادمانند. میهنان عزیزم و شمایی که همینک خوشحال هستید بنده واقعا نمیتونم صحبت میکنم. همه تانان عزیز امیدوارم که این پیروزی و این موفقیت به همه شما مبارک باشه. به همه شما به همه خانواده شهدا به رهبر معظم انقلاب به